با سلام، سومین برنامه نامه ها و یادها در کنار آقای فریدون فرهندوز و اگر چنانچه دو قسمت اول یا دیگر برنامه های نامه ها و یادها رو ندیده اید، در این نشانی که هم اکنون در پای تلویزیون میبینید میتونید مراجعه بکنید و یادگارهایی از کسانی که خاطراتی دارن، نامه ها و یادهایی دارن رو ببینید. آقای فرهندوز، تصمیم دارم این بار از شما تشکر نکنم برای استفاده از وقت. واقعا لطف کردید در میانه روزها و ساعتهای سفرتون به پاریس. رسیدیم به دوره‌ای که اسمش رو گذاشتیم انقلاب. خب من که میدونم در چه شرایطی شما بودید یا خود من، ولی موضوع شما هستید و یادهای شما. اون روزها رو چگونه زندگی کردید؟ یادتون است که کسانی که اعتصاب نکرده بودند مراسم ورود خمینی رو پخش کردن به اسم انقلابیون تموم شد، در حالی که حقیقت نداره، من اونجا شاهدم، و روزهای بعد که اسمش پاکسازی و تصفیه میشه. شما اون روزها رو چگونه زندگی کردید؟ اون روزها رو من خوشبختانه در خبر نبودم، یعنی یکی دو ماه پیش از اون من از خبر اومدم، چون میدیدم که یه خورده اصلا محیط اون محیطی نیست که من همیشه داشتم. خیلی ها اعتصاب کرده بودن، نبودن اصلا. خیلی ها نبودن، سه شرایط خیلی بدی بود. به هر حال من اومده بودم به بخش تولید تلویزیون و منتقل شدم بخش تولید، مدیر برنامه شده بودم، اسی هم مدیر برنامه بودش و ما از ساختمان اصلی رادیو تلویزیون خارج شده بودیم. 13 طبقه از نه 13 طبقه نبودیم، توی بولوار جردن یک ساختمانی اونجا بودش که یه بخش تلویزیون اونجا بود، ما اونجا دفتر داشتیم، من و اسماعیل با هم دیگه اونجا دفتر داشتیم و اونجا کار میکردم. ولی خب شرایطی که وقتی که دیدیم که چه شد و این جنون جمعی که جماعتو گرفته بود و واقعا به طرز وحشتناکی توی خیابون‌ها، این اصلا قابل توصیف نیست که چی میگذشت، چه جوری بود، پیرهنها که خونی شده بود در خیابان‌ها میگردوندن، اصلا خیلی شرایط، واقعا شرایط دشوار و وحشتناکی بود. و خب دوستانی هم بودن که میدونین جزو اعتصابیون و اعتصاب کرده بودن و که همونها هم کارهای بسیار سنگ به ماشین میزدن. بله بله، از این کارها زیاد میکردن، جلوی خود من رو در جلوی زنجیره تلویزیون گرفتن. به هر حال بعد از این که من میخوام شخصی صحبت بکنم، بعد از این که ما رو اخراج کردن از تلویزیون، که برای من یه جلسه دادگاه اداری گذاشتن که شما باید بیاین در دادگاه اداری شرکت بکنید. من گفتم ما هنوز واقعا توی اون شور جوانی اینا ما هنوز حالیمون نبود که چه اتفاقی داره میافته. منم طبق معمول با هم رسم رسوم که همین داشتم، کراوات نمیدونم فلان و پوشت و این حرفا، باشم رفتم به تلویزیون که جلوی زنجیر تلویزیون کارمندای خود من با جسه جلوی منو گرفتن رو به هر حال اجازه گرفتن از بالا ما رو راه دادن. حالا اون ساختمونی که واقعا من شاهد آجر به آجرش بودم تا به اون برومندی شد، رفتیم توی اون ساختمون، بعد عکس های این نظرات رو زده بودن به در دیوار و خیلی برای من خیلی دردناک بود. چون بیرون رود فرشته رود متاسفانه، خیلی دردناک بود دیگه. به هر حال من رفتم توی یکی از اتاقای کنفرانس بالا، حالا نمیخوام سرتون درد بیارم، یک میز کنفرانس بزرگی بود از میز قدیمیه، یعنی چیز اتاقای تالارهای قدیمی تلویزیون، که اونجا بالای میز سر میز یه آقای نشسته بود که نقش مدعی العموم رو داشت، دادستان رو داشت، بعد هم این طرف نشسته بود. نه حالا اسمش نگید. نه اصلا نمیشناختم، اصلا نمیشناختم. منم این طرف نشستم به عنوان مثلا متهم. دور تا دور میزم افرادی نشسته بودن که من مطلقا نمیشناختم، من فقط یک نفر از اونها رو میشناختم نامه برم، ولی ایشون مدیر مالی، مسئول مالی سازمان تلویزیون رادیو تلویزیون ملی ایران بودن، بقیه رو من اصلا نمیشناختم. بعد اینا رفته بودن، ظاهرا رفته بودن از قبل کشوهای میز منو شکونده بودن یا مال منشیم و فلان که مثلا مدرک پیدا بکنن، چیزی پیدا بکنن. به هر حال ایشون شروع کرد صحبت کردن، اون آقایی که نقش مدعی العموم داشت که معاون آقای قطب‌زاده بود در اون زمان، و ایشون گفتش که مثلا شما این فیلم رو شما ساختین؟ بله من ساختم فلان. این فیلمیه که از موزه رضا شاه در جوهانسبورگ من ماموریت داشتم که برم یه فیلم بسازم، فیلم بسیار قشنگ شده بود چون من تازه از خارج برگشته بودم، یاد گرفته بودم چیکار کنم، اینو گزارش خیلی قشنگ. و گفتش که این نمیدونم مال الفاظ بسیار رکیکی به کار بردن و این حرفا، که من دیگه دردناکترینش های جون که نمیخوام بگم در تمام ماور، دردناکترینش برای من شرکت در سمینار زبان پارسی بود. این واقعا دردناک.
علتم این بود که آقای قطبی نامه نوشته بودن برای مدیرای بخش مختلف تلویزیون که یک سمینار زبان فارسی قرار در باغ فردوس برگزار بشه، تمام اساتید زبان فارسی از محیط طباطبایی بگیرید تا نادرپور، آره شانسی. همه در این شرکت میکنن و اگه شماها مایلین بگید که مایلید و اگه از کارمنداتونم کسی رو صلاح میدونید که در این شرکت کنید بنویس. منو هیچ‌وقت برای آقای قطبی تایپ نمی‌کردم، با خط می‌نوشتم. یه خط نوشتم که جناب آقای قطبی بله بنده بمونید شاگرد زبان فارسی، بی‌نهایت خوشحال می‌شم اینا یه همچین موهبتی پیدا بشه که بره. مسئله زبان معیار بود اون زمان که رادیو تلویزیون با چه زبانی باید صحبت بکنه. نوشتم که بله یادم لغت‌های جدیدی مثل تماشایان اینا بله بله. مرتب آره دیگه استفاده می‌شد. خلاص نوشتم که آره من خیلی خوشحال میشم، در ضمن از کارمندام هم این آدم ها اینا خیلی خوبه که شرکت بکنم برای که به کارشون میخوام. خلاص این نامه من با تجدید ارادت و احترام فریدون فرهندوز، این نامه دست خط ایشون، این نامه رو کشید بیرون که این خط شماستون. بله خط منه. آره چطور شما این سمینار نمیدونم در باغ فردوس برگزار شده بوده و نمیدونم یه سری الفاظ رکیک در مورد اینی که ایشون نمیدونم مثلا شهبانو برگزار کرده، از این مزخرفات که اونجا دیگه من دیدم که یا من دارم چینی حرف میزنم اونا نمیفهمن، یا اونا دارن چینی حرف میزنم من نمیفهمم، یا دیدم هر گونه توضیحی حرفی سخنی بیهوده است بی‌معناست دیگه، هیچی نگفتم. به هر حال به ما گفتن که برو آقا جون دیگه، خوش اومدیم آقا جون، خوش اومدیم. ما رفتیم بیرون و توی اون روزای وحشتناک که فقط کسی باید تجربهش کرده باشه، هر روز اعدام، هر روز کشتار، مجله ها، روزنامه ها رو که میدی اصلا دردناک. خب من رفتم خونم نشستم، بعد بچه ها مثلا نگران بودن، تلفن کردم بیا خونه ما، گفتم ما کاری نکردم، برای چی بیام خونه شما؟ آخه من هیچ ایه اینقدر مدرکی چیزی از من پیدا کرده بودن که ما رو اعدام کردن، یه چیزی نبود. خلاصه گذشت اون روزها و چند ماه موندین بعد از انقلاب در ایران؟ من 8 ماه بعد از انقلاب در ایران بودم. همزمان 8 ماه طالقانی که فوت کرد فرد بله 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 دقیقاً. مهر ماه شهریور بود دیگه. من مهر ماه 58 از ایران اومدم. چند روز بعد از من؟ نه مهر ماه 58 از ایران. در این فاصله بعد از یه 2-3 ماهی که گذشت که ما بیکار بودیم و بسیار سرخورده، بسیار درب و داغون، چون میگم هممون ما همه چون بچه بودیم، جوان بودیم، آره همه شروع کردیم با جوانی و با عشق، درست توی مثلا به موفقیت هایی که دلمون میخواست به نصف رسیده بودیم، در یه شرایط معقولی قرار گرفته بودیم، درست در همون زمان این اتفاقات افتاد. در حال در اون زمان زنده یاد عزیزم تورج نگهبان همراه با علیرضا میبودی به من تلفن کردن و من پیشنهاد کردن که بیا با هم دیگه خود صحبت کنیم. رفتیم نشستیم صحبت کردیم و قرار بر این شده بود که یک مجله درست بکنیم توی کاست. اون بله، اونها بله، چیز نبود، همون کار من با حسن خیاط باشی رو صدا کردیم. آره آره. بعد اون کاست اسمش بود صدا، نخستین مجله گویا در دنیا. اگر کسانی این رو دارن منتشر کنن، این نهایت با ارزش ترانه مازیار ایران. بله بله ایران، بله مازیار اولین بار در اونجا خوب. این شروع کردیم این رو درست کردن و جالب این بود که این کاست در روزنامه فروشی ها فروش می رفت، نه در کاست فروشی ها. یک مقوا بود که در کنارش مثل مجله نوشته بود در این شماره می شنوید، این یک دو سه پیام سردبیر. من روزی که گفتم مازیار سکته کرد، گفتم به خاطر ترانش سکته کرد. باقیم و بعد خلاصه این کاست هم بالاش چسبیده بود تو بساط روزنامه فروشی ها می فروتن. تمام بخش اعظم هنرمندانی که در اون زمان در ایران کار میکردن و اسم و رسمی داشتن به این پیوستن و در این شرکت کردن، هر کدوم به نوعی، حالا موسیقی دان بود، خواننده بود، نمیدونم، من اسمش میشودم کاست ناراضیان. خلاصه اونه. و اگر کسی این کاست رو داره و گوش میکنه باید اون زمان رو به خاطر بیاره، فقط بدونه که این در چه زمانی با یک حس ناسیونالیستی شدید در اون زمان منتشر میشد و بعد ما از خود این حضرات میگرفتیم به خود چون پس میدادیم. فروغ پوریاوری، فروغ پوریاوری بعد یه مصاحبه داره با خلخالی، همونو میخواستم بگم. یعنی میگم از خودشون میگرفتیم به خود چون پس میدادیم. مثلا آقای خلخالی رفته بودش در خلیج فارس در جنوب رفته بودش و گفته بودش که اینجا خلیج عربی یا خلیج اسلامی، یه همچرفی. بعد فروغ
همکار ما رفته ازش پرسید بود به چه مناسبت خلیج اسلامی فرد. اونم برگشت بود ما نگفتیم اینو حضرت امام فرمودن که اینجا چون مال کشورهای اسلامی خلیج اسلامی بذارید. شما بیجا کردین خلیج اسلامی بذارید. حسب شاه رو گرفت گفت محکوم. نه میدونم. بعد بلافاصله بعد از این یه شعری تورج نگهبان ساخته بود در مورد خلیج فارس که من بلافاصله بعد از این خوندم و این تکون میدادم و اون آهنگ معروف خلیج فارس هم در اونجا برای اولین بار پخش شد. یا مثلا از آیت الله شریعت مداری که مرجع تقلید اعظم در اون زمان بود سوال کرده بودیم در مورد مسئله ولایت فقیه که اون روزا خیلی چیز بود. آقای شریعت مداری هم گفته بودن با اون لهجه خاص خودشون و نرمی سخنشون گفته بودن که فکر نمی کنم، فکر می کنم که اینها به مرگ گرفتن که به تپ راضی بشن. این مسئله منو ببخشید شاید هیچ جا اینو نگفتم ولی باور کنید حقیقت محض. در یک نشست خصوصی من حاضر نبودم، راوی مطمئنم راست گفت. آقای شریعت مداری گفته بود من به این دلیل اعتراض نمی کنم که فردا نگن اسلام به دست شریعت مداری از بین رفت. خود اینا آبروی خودشونو خواهند برد. این رو باور کنید آقای شریعت مداری گفت. در حال بعد اون ماجراهایی بودش که مسئله آقای طالقانی بودش که اومده بود و خب میدونین جنگ عجیب و غریبی در اون زمان جریان داشتی، هم جنگ قدرت بود، نیروهای مختلفی بودن که با هم چیز میکردن. یا مثلا آقای بنی سعد که اومده بود در مورد موی خانم ها و اینا صحبت کرد و کنون اشعه ای از این ساطع میشه بعدا تکسیب شد گفتن نخیر بوده گفتن ایشون گفته بودن این رو. و خب مثلا در تمام این زمینه ها با اینا صحبت میکردیم به خودشون، یعنی از خودشون میگرفتیم به خودشون میزدیم و بعدم دیگه جنبه های ناسیونالیستی قضیه هم که ادامه داد خیلی شدید. و خب ما هنوز نمیدونستیم که واقعا چه خبر خواهد شد. بعدم ایش که فکر نمیکرد که اتفاق عظیمی میفته که دیگه همه چیز رو از بین ببره. گفتیم شاید بر میگرده یه طور دیگری خواهد شد. سه شماره این صدا رو من افتخار داشتم که درش کار کردم در کنار اساتیدم، دوستان هنرمندم. و بعد از شماره سوم خاطرم از زمانی بود که آیندگان رو آتیش زدن. بله. روز ما آیندگان. امام گفتن من دیگه آیندگان نمیخونم. آیندگان آتیش زدن. آیندگان که آتیش زدن وقت تلفن ها به دفتر ما شروع شد. یه دفتر داشتیم در خیابون ویلا. تلفن ها شروع شد که این حرفا چیه شما میزنید؟ مزخرفات چیه میگین؟ نمیدونم آتیش میزنید و اله میکنید و بله میکنید و از این حرفا. و حتی یکی دو بارم اومدن یک دون از همین زهرا خانم نیومد به سراغ زهرا خانم نیومد ولی یه نفر از اومد به ما پیش تهران مصور ولی برای ما یه نفر دیگه از سپاهد علیرضا مهبودی باید خوب یادش باشه که اومدش یه نفر اومد از اونجا. آره من خوب یادم که یه کسی اومد و گفتن که آره خودشون این مزخرفات چیه شما میگیرن نباید بکنین. به هر حال شرایط یه شرایط دیگری شده بود و من در اون زمان در بیرون کار نریشن فیلم میگفتم، متن فیلم ها رو میگفتم و انانس فیلم میگفتم و خیلی هم خوب بود، یعنی از نظر درآمد و این حرفا هیچ اشکالی نداشتم، خیلی هم خوب بود. ولی شماره سوم صدا که منتشر شد این شرایط پیش اومد بندم دیگه نه، دیگه جایی برای کار کردن به اون مفهومی که ما دلمون میخواست کار بکنیم وجود نداره. بعد تصمیم گرفتم که از ایران خارج بشم و با این تصور که 6 ماه دیگه به ایران باز خواهم گشت. و مثل خیلی میادم یاد روزهای مهاجر میفته که مدن 70 سال مدن. به هر حال بعد درست چند روز قبل از اینی که من از ایران خارج بشم، اینو به این دلیل میگم که برای خودم خیلی مهمه، چند روز قبل از اینی که از ایران خارج بشم یکی از عزیزانم در دوبلاژ، یکی از برجسته‌ترین مترجمای دوبلاژ آقای حسین شایگان به من تلفن کرد و گفتش که فریدون یه فیلمی آوردن و میخوان که نریشن این فیلم، متن این فیلمو تو بگی، متن داره فلانه. گفتم ولی حسین جان من حوصله‌اشو ندارم، بعدم 3-4 روز دیگه دارم میرم از ایران بیرون و ولش کن. بعد تو مجدداً صحبت کرده بود با کسی که این فیلم آورده بود تهیه کننده شو، اینا مجدداً تلفن کرد به من که نه اینا میخوان تو بری. خلاصه منم گفتم نه اونو، بعد یه رقم بالایی گفتم به نسبت اون زمان مثلا دست مزهر کس برای چنین کاری چقدر بود و من یه رقم بالایی گفتم و او تلفن کرد به من که پذیرفتن و بیا بگو بقیه این رو بعداً ادامه میدیم. بله متاسفانه وقت تموم شده و خاطرات شما یا همکاران واقعاً یک اشتراک خاطره داره در لمس شرایط. با اجازه شما هفته آینده پنجشنبه
چهارمین برنامه نامها و یادهای فریدون فرهنگ‌دوست.